شنوندگان عزیز، دوستداران برنامه گنج شایگان، سلام. باز هم خوشحال هستم که من محمد هاشم حبیب زاده با برنامه امشب گنج شایگان مهمان شما دوستان هستم و در خانه های شما با شما یک جای هستم. با امید ازی که هیچگاه دست غم و اندوه به دامان شما نرسه و همیشه خوشحال و سرفراز باشین و در کنار خانواده های عزیزتان از دقایق و لحظات از زندگی لذت ببرید. دوستان عزیز، در برنامه امشب باز هم مهمان بسیار عزیزی داریم که کسی است که به گفته خودش رگ و ریشه داره در شعر و ادب و از ولایتی است که با ادبیات گره مستحکمی خورده. دوست عزیز ما که خودش هم شاعر هستند، می نویسند و بیش از تقریبا 8-9 سال میشه که می نویسند. بیاین که از زبان خودشان بشنویم، از اینکه ما بگویم، چون شما هم میتونین در برنامه در جریان برنامه زنگ بزنین اگر سوال دارین از آقای دوست ما که نامشان تا حال نگرفتیم، مهمان برنامه هستن، میتونین از همین کنون تا 40 دقیقه دیگر به شماره تلفن 0790-010-070 زنگ بزنین. اگر در خارج از افغانستان هستین میتونین که به شماره تلفن 001-202-619-3136 زنگ بزنین، در برنامه سوالاتتان را مطرح کنین، نظریاتتان را ارائه کنین و تجربه های خود با ما شریک بسازین. مهمان عزیز، خوش آمدین. میخوایم که شما خودتان خود معرفی بکنین به شنوندای ما. بگنج شایگان میمان بزم عشق و عرفانم، بسر شور و بدل غوغا نسیم گل و دامانم. بود محمود نام و همپراتورم لقب باشد، دل دیوانگان را با سخن پردازی سلطانم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان رادیو آشنای صدای آمریکا، گروه فرهنگی و تیم تکنیکی برنامه گنج شایگان، گرداننده موفق و مستحید جناب محترم هاشم حبیب زاده. زنده باشی احمد محمود امپراتور عزیز که دعوت ما را پذیرفتی و بالاخره در برنامه امشب مهمان ما هستی. تشکر، در خدمت هستم. بزرگ زنده باشین. قبل از این که در مورد دیگه چیزها سوال کنم، او چیزی که توجه ما را هم به خود جلب کرده و شاید یک تعداد زیاد شنوندای ما که همین کنون برنامه را میشنوند، اونا هم شاید توجهشان به چیزی که شما لقب خود خواندین جذب شده باشن. امپراتور عزیز، چرا امپراتور؟ بسیار سوال خوب. همیشه با این سوال در هر مجلس و هر محفل روبرو میشم. اصلا نام احمد محمود است و امپراتور اسمی است که فامیل و خانواده برام انتخاب کرده و در یه آخر در طول 8-9 سال آخر لقب شعریم هم شده و لقبی است که اکثرا دوستا هم به نی آشنا هستن. از لبه واژه ها شکر دارم، در لقب هم امپراتور دلها، در نسب نام از قدر دارم، مالک ملکی مالک یستی کرده محمودم که چنین گفته و اثر دارم. بسیار خوب، بسیار خوب. بازم تشکر ازی که در برنامه با ما هستین. البته به شنوندگان هم باید بگویم که از دیر زمانی میشد که میخواستیم آقای امپراتور در برنامه مهمان داشته باشیم، بالاخره هفته گذشته تانستیم که فرصت مساعد شد و بالاخره آقای امپراتور در برنامه با ما باشن. خواهش میکنم. پیش ازی که بریم باز هم سوالات دیگر مطرح کنیم، میخواییم که از شما بشنویم یکی از سروده هایتان، دلتان کدام غزلی را بر ما با ما شریک میسازین یا مخمسی را، و چیزی که ما تا جایی که خبر دارم معلومات از شما گرفتیم که شما هم بخش های مختلف قالب های مختلف را در او سرودین، از مثنوی گرفته تا مخمس و تا مستزاد و تا ربایی و مسدس و غزل، یعنی در تمام بخشان هم خدا قلمتان رسا هست. پس میخوایم امو سرودیتان که بیشتر به دل خودتان نزدیک است
با امی برنامه را آغاز بکنیم و از شما بشنویم. بسیار خوب، پارچه غزل را تقدیم شما و شنوندهای عزیز میکنم. به هر کجا بهشت خود ز من دلم ربوده ای، تو هستی و تو بوده ای که این چنین ستوده ای. به دامن شبان توی، به حوج کهکشان توی، زمین توی، فلک توی، از این همه فزوده ای. بهار سبز را بها، دل شکسته را عصا، نبود و بودی هستی یا دریچه ها گشوده ای. زمین مسخری تو شد، فضا معطری تو شد، هران چه بستری تو شد، بروح و جان غنوده ای. یقین و باوری به من، پناه و یاوری به من، یگانه سروری به من، به من غمم زدوده ای. نمی شوم ز تو جدا، نموده هم بسی خطا، مرا گدای خیشتن نموده ای، نموده ای. نیکو بهترین من، به چرخ ده نشین من، به خاک این جبین من، به هشت خیش سوده ای. به هر سخن، به هر نفس، فتاده یاد زود رست، صدای ناله جرس، و زیر و بم سروده ای. در این سرا و انجمن، چو داغ لاله صد چمن، به هجر دلبر کهن، تو محمود آزموده ای. ده بسیار مقبول، بسیار زیبا. چند سال میشه آقای امپراتور که بند نوشتن رو آوردین؟ به صورت اساسی آقای حبیب‌زاده سال نوم از این سال، ولی به صورت پراگنده از سنف 5 و 6 مکتب. شایان ذکر است که پدر من شاعر بود، خدا غنی که رحمت شد، یاور کنگورچی که سرودهای زیادی دارن ولی به چاپ نرسیده. استاد بزرگ من اونا بودن و زیادتر من از اونا ها مختم، ولی خب شعر به شکلی نیست که آدم بنویسه، او را اکثرا نیست هرایم، ولی به گونه ای که کسانی که شعر میگن و بحثی دیگه است، ولی بحثی که نیست هرایی و بحثی که او به شکل الهام میایه او چیز دیگری است. این یک ریشه همیت به خانواده ما داشته و خداوند امی را لازم دانست و خداوند ما را لازم دانست که در خانواده ما بیشتر به سرایم، البته بعد از پدرم، ولی به شکل اساسی 9 سال شده مشهر می سرایم. در زم وقتهای سابق دوران مکتب مقاله و ترانه و شعرهای دستاب چی بود دیگه، مثل کلور و ترانه های مکتب اینا بود، ولی به شکل اساسی 9 سال می شد. جهل بله. یکی از غزلهایت فکر کنم امیره من در صفحه فیسبوک خودت هستم، نوشتی که گر یک شب کنار تو باشم چه می شود، یا این که در دیار تو باشم چه می شود. بی ساقی و ساغر می مست بادم، من نشب و خمار تو باشم چی می شود. از این اکثرا از شعرها عاشق می باشن و امی سروده خودتم یک کم مزاج عاشقانه داره، می خواهی کنم به خاطره رو با ما شریک بسازی در این رابطه؟ والا خاطره عاشقانه خو شاعر من نمیگم شاعر هستم یک گرد مجلس، ولی طبیعی است که یک احساس عاشقانه، نه عشق به شکل مجازیش، ولی اکثرا عشقا مجازی است و بنابراین آدم باید یک هدف را بگیره و یک راهی را تعقیب کنه که تا موسوس دل خود را بیان بکنه. طبیعی است که انسان با عشق دادن میشه و با عشق زندگی میکنه، به خصوص کسانی که از نظر احساسی و از نظر تفکر بیشتر در کبی موضوعات هستن، اونا همیشه عاشق هست. به اون اساس من ای تو
عشق چی نداشتیم که برای یک به شخص باشه. و همیشه یک سوز بوده دای به شکل نوشته میشه که بسار غمگین با دای بسار شاد. اکثر هم دوستا در تفاوت اجتماعی هم شکی میکنم که این روز من مشوقه امپراتور خفه شده یا این روز من مشوقه امپراتور دیده داره. ولی او به او شکل ده بوده همیشه یک سوزی بوده که یک هدفی بوده که بیان میشه. اما در کل نی خب تا جایی که ببینیم امی خود یکی از ابیات از اقبال لاهوری هم هست که میگه حق اگر سوزی ندارد حکمت است، شعر میگردد چو سوز از دل گرفت. پس برای سوختاندن دل هم باید یک پکه وجود داشته باشد تا به اصطلاح همو قوغ تازه نگه داشته شود بسوزانه. خودت از چی استفاده میکنی؟ زمانی که الهام میشه برد، زمانی که قلم بر میداری و مینویسی، چه باعث میشه که همه قوغ پکه شود و سوزش به حد برسه که از قلم چیزی بیرون بیاید که خواننده و شنونده را به خود به می یک لحظه جذب بکنه؟ آقای عبیدزاده غزلیات ما در کل و مصنویات و غزلیاتی که سرودیم او یک احساس بوده که فرض مثال در راه بودیم یا در کار بودیم که آمده اصلا من اجازه نداده که وقت بوده یا نوست. ولی بخش مخمساتی بوده چون من بیشتر مخمسات از غزلیات حضرت عبدالمنی بیدله زمانی که اشعار حضرت عبدالمانی دیدن می خوانم ناخودآگاه یک حالت حجیبی به من میاد که گاهی یک هشک احساس از چشمای من جاری میشه که هیچ معنی نمیفهمم. ما باور کنیم بیچاری مخمسات که اکثرا تعداد ادبیات حضرت عبدالمانی در غزلیاتش 12 و 15 و 17 و هست، یعنی بیتایش اونمو 45 دقیقه 50 دقیقه را در بر میگیره که من مخمس آماده نیست و من هیچ گاهی این را صادقانه براتان میگم و به شنوندگان میگم که هیچ گاهی محمود امپراتور نشسته چور زده شعر نگفت و هیچ گاهی به شکلی نبوده که من روزها انتظارش بودیم اما هیچ وقت نشیشتیم که از قلم کاغذ گرفته بودیم چور زده بودیم. باور کنید گاهی چنان غافل گیر میکنه مرا که این در 15 دقیقه من غزل میسازم. اما گاهی هم میشه که من شاید در 15 روز و 20 روز برای من هیچ چیز نبیم ولی من به دنبالش تو نیستم که باید این روز یا امشب یک چیزی من نوشته آمد او توفیق خداوند است. اگر نامد من چی نمیکنم، یعنی شعری به زور نمیکنم. بله بله بله. خب از حضرت بیدل یاد کرده این نفس هر دم ز قصر عمر خشته می کند بیدل، آیا رفتی دیدی مزار بیدل از نزدیک یا اگر ندیدی پلان داری می خواهی بریم؟ مزار حضرت عبدالمانی را در سال 2011 در نوامبر 2011 من سفری داشتم به کشور هندوستان برای بعضی معاینات صحی و بیشتر علاقه مندیم به این بود که من باید به مزار حضرت عبدالمنی بیدل برم و به بازگشتم وقتی که آمدم مخمسات بیشتر سرودم چون یک احساس عجیبی به من داد. همیشه اشعار حضرت عبدالمنی را من قسمی یافتم که خیلی شخ کمان بود و خیلی آدم احساس میکرد که هم زور است و هم قدرت نمایی است و هم حجز است و هم ناتوانی است و هم هشک است و هم عشق است و این باعث میشد که بسیار بیشتر مرا این میسوزان و با ما احساس غزلیات و مصنویات را که ببخشیم مخمسات را که سرودیم و آماده ساختیم از حضرت عبدالمنی اگر اجازه باشه به همی بیتی را که شما خواندین من یک مخمس به همی غزلشان ساختیم آماده کردیم بخوانم. از این چه بهتر؟ از این چه بهتر؟ بفرمایید. ز وضع نارسایی
چشم خونبار این چنین باید، به وضع نارسایی چشم خونبار این چنین باید، ز استغنا به درد عشق جگردار این چنین باید، بسوزد بستر از تب درد بیمار این چنین باید، ز هر مودام بر دوشم گرفتار این چنین باید، ز خاطرها فراموشم سبکبار این چنین باید. نه بفرمین. زنت موج جنونم بر خیالات پریشانی، به یک لب خنده باید سوخت با چشمان گریانی، عمارت های درد دل همه هست پشت ویرانی، و سر خاکی تمنا در نظرها گرد حیرانی، بنای عز ما را سقف و دیوار این چنین باید، درد هشت بر خود سوختن شد رسم و راه من، منم آن یوسفی کس نیست بردار از چاه من، به هقبال بلند خود بتابی نور و ماه من، از آغوش مجه سر بر نزد این نگاه من، نیستان هدف را ناله دار این چنین باید، منو غرق گناه و عالم نومید نادیدن، منو از سعی دنیا خاکساری را پسندیدن، منو از اردو ببریدن یکی بر خیش بگذیدن، منو در خاک رلتیدن تو عالم نپرسیدن، و عاشق این چنین زیرد و دلدار این چنین باید، مقام امتحانگاه بر من صد گونه مضمون شد، سواد آگهی ها فهم در هر مصره مضمون شد، اگر رختم آخر در شهادتگاه و گلگون شد، نگه خواندم و جهنم ریخ دل گفتم نفس خون شد، با درس یاس مطلب عجز تکرار این چنین باید، بلندی همتم دور است از چنگی پریشانی، مقلد را توانی نیست در جنگی پریشانی، که یک ناله ز شامی خشکن از سنگی پریشانی، و سازی غنچه نتوان بست آهنگی پریشانی، چه شد بلبل که گویم و از این انکار این چنین باید، که دارد تاب رسم و را و آهنگ حضور ما، که دارد فهم و معنی بلند و راه دور ما، که دارد غیر حق تا وارست بر طبع دور ما، جنون ها خندریزد بر سر و برگ شعور ما، اگر دل پرده بردارد که هوشیار این چنین، جهان آرمان سرا و نیستی باشد حلف بایش، دهد فرمان و قتل ما کند این در هجرایش، و جمعیت چه نازد کس که هورا کرد از زایش، به پا ننشست آتش تا نشد خاکستر اجزایش، بسعی نیستی هم غیرتی کار این چنین باید، کمالات و هنر این بس نرنجان دل، اگر مردی شراری فتنه هنگیزی، فروکش بادن سردی که باشد دین و دنیای تو خود یک تخته نردی، ده همواری نگردد سایه باری خاطر گردی، برای خاکساری طرز رفتار این چنین دارد، نشد جعلی که بردارد نقاب از روی محرویان، و یا سازی و یا این ساز برهم یا شود سازی دیگر سامان، و دیدارش اگر می کرد دیدن هندکی حاسان، محبت چیره نکشود از حجاب غفلت همکان، که صاحب دل کم است اینجا و بسیار این چنین باید، فضا در حالم دیدار می جوشد به محبوبان، نفس ها دم بدم خود ریست از هنفات معذوران،
که دل در سینه بانگی میزند هی زنده مجبوران، هوا هر جا برانگیزد غبار از خاک مهجوران، همین آواز میآید که ناچار این چنین باید. خرد شد منصب معمود، زشتی میکند بیدل، هزاین دارد الفاظش، درشتی میکند بیدل، اثر دارد سخن بشنو، کنشتی میکند بیدل، نفس هر دم ز قصر حمر خوشتی میکند بیدل، ای تعمیر این ویرانه میماری چی. بسیار زیبا، بسیار مقبول، تشکر. یک جهان امپراتور عزیز، بیاین در این قسمت برنامه یک غزل زیبای بشنویم با صدای جاوید شریف. آماده نشر است. بعد از غزل جاوید شریف باز هم صحبتهای خواهیم داشت. بسیار خوب، تشکر، زنده باشین. صبح صادق مرهم کافور داره در بغل، گر علاج درد عصیان میکنی بیدار باش. با مراد دل رسیان سر، با مراد دل رسیان سر، سحری که رو با خدا کنی، با خدا که فیض دعا رسد، با خدا که فیض دعا رسد، که ز سوز سینه دعا کنی، با مراد دل رسیان سر. I'm gonna
خدا که فیض دوار سر که ز سوز سینه دعا کنی با مراد دل رسیان سر دوستای عزیز برنامه گنج شایگان از رادیو آشنا صدای امریکا بشنوید. مهمان برنامه امشب ما آقای احمد محمود امپراتور هستند. آقای امپراتور در رابطه به نوشته هایتان در رابطه به تجربه هایتان از جهان شعر و ادب معلومات دادین، شنوندگان تا حد معلومات گرفتن. در کنار ازی چی مصروفیت دارین و چی دوست دارین که انجام بتین در اوقات فراغتتان؟ سپاس آقای حبیبزاده. من بیشتر اوقاتم مصروف برنامه های کمپیوتر است و بیشتر اصلا وبلاگ نویس هستم. بسیار خوب، بسیار خوب. و در پهلوی وبلاگ نویسی بخش های هنر گرافیک و کتابلوهای گرافیکی تیار میکنم. بیشتر مصروفیت های منی است و خود آرام احساس میکنم. یعنی به کدام چیز دیگر علاقمندی ندارین که در اوقات بیکاریتان بگو بپردازین؟ مثلا سپورت، مثلا بله موسیقی. بله سپورت، سپورت هست، روی حولی کارای خانه هست، بیدار با دوستا هست، این مصروفیت های روزمره هست، ولی بیشتر کارای تمرکز پیدا میکنه بالای برنامه های وبلاگ نویسی و گرافیک و بله. کارهای خانه گفتین، در به اصطلاح گل و گلکاری باغ و باغچه را میکنین یا داشت پس خانه دیگ پخته میکنین یا ظرف میشین؟ والا فت در کل، در کل فت کار روی اولید هم میکنم، کار آشپز خانه را میکنم، امرای والده سبم کمک میکنم. دوستای عزیز، آقای امپراتور یک بچه کاری و باریست به اصطلاح. بله بله. چی را خوبتر پخته کرده میتونی در غذا؟ در غذا خب ما چون از سمت شمال و از مرزین بدخشان هستیم بیشتر خوب همی قابلی بله و در کل همه چیزا را خوب است، چون در خانواده تعداد دختر خانم ها کم بوده و بیشتر ما باید یاری میکردیم والده سیده. باز به ما اساس در همه موضوعات و همه برنامه های دیگ و کاسه و پختفل دیگه چیز هم والده سیده ما را بلد ساخته. دانه بله خب تقریبا خود کفا هستی. بسیار خب، بسیار خب. این اگر روز کدام روز طرف کابل سر زدیم حتما میاییم قابلی خوردن پیش خودتان. بله چرا نه. بله ما گفتم مال نگویی که ولد تخم پخته کردن یاد داریم، کوره خو ما هم یاد دارم. نه خواهش میکنم. نه تو خواهش میکنم. بسیار خوب. امپراتور عزیز، در بخش فعالیت های اجتماعی خودت گفتی که وبلاگ نویس هستی، وبلاگت به نام چی است و بیشتر کدام موضوعات می نویسی؟ آیا در بخش اجتماعی هم فعال هستی؟ در بخش نارسایی های جامعه که جوانان افغانستان فعلا فضل خدا زیادترشان دست به کار شدن و کوشش میکنن که تا حد به این نارسایی ها رسیدگی بکنن؟ خب بیشتر رال خوب جوانان مصروف موضوعات سیاسی و خصوصا فیسبوک ها و اینا هست. من چون در یک خانواده سیاسی تولد شدیم و بزرگ شدیم و پدر من تقریبا 31 یا 32 سال یاور آخرین شاه افغانستان بود، طبیعی است که ما تماسایی داشتیم با بزرگا و سیاسیون افغانستان، ولی من از این موضوعات سیاسی خود کنار کشیدم و خواستم زندگی بدون سیاست خود را داشته باشم و خب طبیعی است که آدم در مسائل اجتماعی دخیل می باشه. دقیقاً. ولی ما خب همیشه من کوشش من این بوده و همین جوانایی که همیشه میان و دیدن و خبر گیریم، بیشتر ما کوشش یادی را داریم که در بخش های فرهنگی، شعر، هبر، نویسندگی، خطاطی، گرافیک ما کار کنیم، چون این موضوعات آینده است و جوان ها و اطفال که بعد از ما هستن و دست و چشم ما را نگاه میکنن، اونا
به این موضوعات بیشتر علاقمندی پیدا کنم. من برادرزادهای من اطفالی هستن که 8 و 9 تا 15 و 20 هستن، اونا روزانه میان و برنامه های کارا را یاد میگیرن، وبلاگ نویسی را، گرافیک اینا را. ما یک اندازه کوشش کردیم که جوانایی که در اطراف ما هستن با ما با تماس هست، اینا را از بخش سیاست یک اندازه دور و در بخش فرهنگی و در بخش پایه هایی که او واقعا یک جامعه را می سازه به او علاقه من ساختیم. و بلاگتان در بارش معلومات بتین، چی از نام بلاگتان و بیشتر کدام موضوعات شما؟ بلاگی که شخصی خودم است به او شعرهای نشر میشه که به نام خورشید تابنده عشق است. نامش هم باشه کنم بگم یعنی خواستاست خوب است، اقرار کرده میرین خدا میره بانست آخر برنامه یک چیز بشنمیم. والا نیسته یک چیزی یک مجنه نمان براتان از طریق رادیو شما بتم که هفته گذشته سب مرا والده سب نامزاد هم ساخت. تبریک باشه، تبریک باشه. چیزی که من باورم نمی آمد که من روزی نامزاد شو دیگه، اگه ایش قاشقی هم بود ختم شد که دیگه ولی نامزاد بکنیم. خواه نه خواه نه و حال شروع شد برادر، خصوصا زمانی که ازدواج ها و نامزدی ها از طرف والدین صورت بگیره، اونمو آغاز عشق و عاشقی است. آسه پدا و عشق هسته توسط مادر ماندیم. خدا نیک مبارک کنه، با امید که یک زندگی آرام و پر از سعادت داشته باشین و پر از خوشی ها. من خودم زیادتر علاقمند از ایستم که غزل بشنوم و شاید شنونده هم علاقمند از امی باشن، ولی اختیار به خودتان میگذارم. باز هم از شما یکی از نوشته هایتان هم بشنویم، هر چیزی که بشنویم. در خدمت هستیم. چه شود گر ترانه هم باشی، چه شود گر ترانه هم باشی، نغمه عاشقانه هم باشی. در میان شباه تنهایی آشنای یگانه هم باشی. به امیدی تو عمر می گذرد، هر نفس را بهانه هم باشی. مصرع چشم توست قند و حسن، غزل بی‌دلانه هم باشی. سجده تکرار می‌زنم بر دل، مسجد و دیر و لانه هم باشی. می‌روی از برم چی بی‌پروا، می‌روی از برم چی بی‌پروا، اشک‌های روانه هم باشی. همچو فردوس آرزو هستی، مرغزار و کرانه هم باشی. در سویدای دل جای تو است، نکته محرمانه هم باشی. من به پایان عمر خواهم رفت، لیک هر جا فسانه هم باشی. امپراتور هستم و محمود، تخت و تاج شاهانه هم باشی. ده ده ده، بسیار زیبا، بسیار مقبول. امپراتور عزیز، آیا تا حال کدام اثر از خودت به چاپ رسیده یا نه؟ اگر رسیده چی است و اگر نرسیده چه وقت به چاپ خواهد رسید؟ اثر از من تا حال جناب محترم مدوکزاده به چاپ نرسید، ولی یک سلسله کارهای ابتدایی صورت گرفته، چون من یک اندازه به مسائل زندگی شخصی خود پناه هستم، کمتر رسیدگی به خاطر چاپ و تصویب تنظیمی سروده های خود کردیم، اما به دوستا و به علاقمندای خود این وعده را میتونم که به زودی زود نی، ولی تا آخر سال به تلاش ازی هستم که اثری به چاپ برسانم. میخوایم اولین چاپی که صورت میگیره مخمسات باشه، چون تعداد مخمسات از اینجا بالاتر شده و یک تعداد مخمسات خود میخوایم به چاپ برسونم که بیشترش به غزلیات حضرت ابوالمعنی بیدل. بسیار خوب، بسیار خوب. بیشتر
پیام میخوایی که از طریق سروده هایت چه پیام داشته باشی برای خواننده‌ت؟ چرا میخوایی برسانی از طریق نوشته هایت؟ بیشتر دردی که در قلب من است، احساسی که در قلب من است و مو عواطفی که دارم میخوایم به زبان شعری خود بیان کنم و همیشه به سوال و جواب ما کمتر پرداختیم، بیشتر کوشش کردیم که حرف و پیام خود به شعر و به زبان شعر برسانیم. خب طبیعی است که ما در یک کشور زندگی میکنیم فعلا که همه غم و درد و مشکلات است و خوشی اگر یک روز است عشق و ماتم به ماها. طبیعی است که نه تنها درد امروز را که به جامعه خود بیان میکنم و میخواهم که به فرداهای خود که کشور ما روزی آرام میشه، جوانا و عزیزا و کسایی که بعد ما میه اونا بفهمن که ما در چی روزگار زندگی کردیم و چی حالت و چی مشکلات را کشیم. و ما فکر کنم که زبان شعر بهترین زبانی است که مثل ماره هایی که ایلا باشه و دید و پاشان باشه او را به رشته ای بکشی و که قابل عمل و نقل باشه و زیبی دستی همه شد و ما شعر به زبان شعر به همون قسم یک رشته ای یافتیم که تمام ماره ها را به او میشه تار کرد و به دسترس دیگر آخر. بله بله، بسیار خوب بسیار خوب. گفتم میشه که خودت در بخش خطاطی هم ماهر هستی، خطاطی رو چگونه آموختی و حالا هم آیا ادامه دادی نوشته میکنی؟ خطاطی رو من جناب امیرزاده شد در سال 1371 هجری خورشیدی وقتی که ما جنگای بابل به طرف بدخشان رفتیم، در سال بدخشان بودیم، اونجا محیط خوب بود و بیشتر علاقه مندی به موضوعات شعر بود و موضوعات دینی بود و خطاطی و گپا. در سالی که اونجا بودیم بیشتر تمرکز کارا در مکتب و در خانم امی موضوعی بخشای فرهنگی بود، مقاله نویسی بود. وقتی به کابل که دوباره در سال 81 ایجی خوشیدی که آمدیم، ما مجبور بودیم که خود به تکنولوژی روز آماده بسازیم و هیار بسازیم. اینمی باعث شد که یک اندازه از خطاطی، از هنر خطاطی و نقاشی اینا دور ببانیم و همی هنر خود را به شکل گرافیک و به شکل الکترونیکی و کامپیوتر کار بود. متاسفانه که مدتی هست که از خطاطی دستی دور میدیم. خب خب، به هر صورت خطاطی چه دستی باشه چه با کمپیوتری، من مثال هایش از در صفحه فیسبوک خودت هم الان میبینم. شنونده های عزیزم باید بگویم که بسیار زیبا تدوین میکنن و به اصطلاح همو حس شناسایی خود گرافیک کمپیوتری هم در کارهایتان بسیار برجسته است، از رای دور معلوم میشه. و نام خدا نیناستاست معلوم شد. شنونده های عزیز، که در آغاز گفتیم که فقط شعر می نویسند، آقای امپراتور هم نقاش بودن و هم خطاط بودن و هم گرافیک کمپیوتر، چی بالاخره چی کار است که نمی کنی خودت؟ آیش می کنم. خب است، خواهش می کنم. تشکر یک جهان امپراتور عزیز، خوش شدیم از این که با شما صحبت کردیم. تشکر باز هم یک جهان که در برنامه امشب دعوت ما را پذیرفتین. با امید از این که شنوندای عزیز به مو اندازه که ما از برنامه لذت بردیم اونا هم لذت برده باشن. شما را به خداوندگار یکتا می‌سپارم. شب خوش براتون می‌خوایم. اگر کدام پیام داشته باشین بفرمایید. من برای شما سلامتی و از شنوندگان رادیو آشنای صدای آمریکا بخصوص از برنامه گنج شایگان تشکر میکنم که وقت داشتن و ما را شنیدن. التماس دعای خیر دارم و خداوند وطن ما را آرام و امنیت داشته باشه و خداوند یک سلو سرد و سرین را به کشوری بیاره
من برای شما روز خوش میخوایم. خدا حافظ. خدا نگهدار. شنونده عزیز، برنامه ای هفته گنج شایگان در همینجا به پایان میرسه. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.